خواهی دیگر نمانده را. من باید یادآور شوم که امروز یک درس خوبی از برای تمام ممالک اسلامی که از ایران یک درس بگیرن، چرا حکومت مذهبی کار نمی کنه. حکومت مذهبی یک حکومت سالم نمیتونه باشه. متاسفانه ملت ها را به قهقرا میکشانن. چرا یک در بعضی کشورهای اسلامی هم همی صدا بالاست که دین کنترل باید داشته باشه و اینا، در حالی که واقعا کار نمیکنه. به خصوص که ممالک اسلامی متاسفانه درگیر بسا خرافات مذهبی شدن به نام دین و اونا ملت را به عقب کشاندن و ملت ها وقت بیدار باشن حتما را چاری بر خود پیدا میکنن. تشکر میکنم آقای دکتر نادر آزاد را. در مورد مذهب صحبت کردید، من به یاد یکی از جملات بسیار زیبایی از ولتر افتادم که میگه تنها مذهب است که به انسان اجازه میدهد رذیلانه ترین اعمال رو با خوشنودی انجام داد. یعنی این اونایی که برنامه مذهبی کردن و یا به طرف مذهب رفتن برای جهان سوم و کشورهای لاتین نسخه نوشتن، من فکر میکنم در طولانی مدت دچار اشتباه شدم. بنابراین با باورهای دینی ملت‌ها بازی کردن نتایج شومی به بار خواهد آورد. البته آقای کیسینجر گفت که ما ناچاریم بعد از شاه حکومتی رو حمایت کنیم که این حکومت با باورهای دینی مردم یه جوری ارتباط داشته باشه تا حداقل ما 50 سال خیالمون راحت باشیم. از جامعه ما یعنی ایرانیان دچار یک نوع بحران هویت هست، ولی الان بودن بحران هویت بود، ولی الان داره ترمیم میشه. جوانان در اثر بیدار شدن دنبال اعتلاء فرهنگ ملی هستن، یعنی دارن هویت ملی و هویت. اگر در شعارهاشو نگاه بکنید میگه ما دنبال جمهوری ایرانی هستیم نه جمهوری اسلامی. یعنی در حقیقت مفهوم اسلام نمیخواد اسلام رو تغییر کنه، ولی یاد گرفته و در اثر تجربه این 40 سال که باورهایی که خرافات و آرمانهای ضد آریایی و ضد ایرانی و گاهی اوقات ضد انسانی آغشته شده، آلوده شده با خرافات دینی به وسیله همین ملاها و به وسیله ارتجاع سیاه. بنابراین ایرانی داره دنبال اعتلاء هویت ملیش میگه. وقتی به خانمای افغان گفتن چرا خانمای افغان کسی این هم جب مذهبی مسئله حجاب اینا، اول باید یاد بکنم که ممالک اسلامی دنبال حجاب هستن. فکر میکنن که اگر همه خانما حجاب بپوشن پس مملکت اسلامی است و اسلام به حجاب ارتباط نداره. اسلام یک دین است که باید عدالت در یک سرزمین پیاده شود در بین مرد و زن، در به تمام اقوام، قبایل و نظرات و عقاید مختلفی که هست در کشور. اما امروز به نام حجاب بیشتر خواستن که ملت را اسلامی بسازن، در کمپاین بکنن برش، و اصلا حجاب چیز نیست که از علاقه شخصی یا سلیقه شخصی هر فرد است میتونن بکنن. این که خواهر ما یاد کردن که در وقت خانم حاضر نشدن که روسری های خود پس بکنن، برای این که دو نکته مهم است. اولی که یک تعداد زیاد مردم خب در طول ده ها سال و شاید بیشتر عادت کردن برش. من بخاطر میه که وقت البته بخاطر نمه شنیدیم، البته در دوران صدارت سردار داوود وقتی که اولین بار رویلوچی میگفتیم یعنی چادری ها را باید بردارن، اونا اعلان کردن یک گفتن بیاین در قصر دلکشا با خانمای خود بیارن بدون روسری و اینا بدون حجاب.
یک تعداد حتی حاضر نشد. شنیدیم که حتی کسایی بودند که در ارتش کار میکردن اونا استعفا دادن، گفتن ما نمیخواییم یه چیزه. برای اینکه کلچر به مشکل بوده اصلا پس آنها، اما عامل اصلیش در اون دورانه که خواهر ما اشاره کردن برقین که ترس از نه تنها طالب در اون منطقه نیست، بلکه ترس از محیط مردم اینا واقعا شب مذهبی سنگینه دیگه در افغانستان. هنوز هم سنگین است. یک تعداد زیاد میخواین که واقعا بی آزادی را داشته باشن، ولی مردم آماده نیست. پیش فکر کردی من سر نداشته باشید؟ والا من از دید دیگه فکر میکنم. من یک بار دیگه یاد کردم که اگر افغانستان امروز مذهب نمی داشت، دین نمی داشت، به یادت نمی بود، بهتر می بود، به مراتب بهتر می بود. برای اینکه از مذهب یک ابزار جور شده، ازش استفاده سو استفاده می کنن، در حالی که مذهب یعنی دین وقتی بیایم در مجموع انسان را با خدا نزدیک کردن و انسان خوب بودن و عدالت در جامعه پیاده کردن، کاملا دین یک شکل دیگه است، اما دیندار کاملا متفاوت عمل کرده. بله، یک شخصیت اسلام شناس مثل آقای مهندس وسیق میگه اگه افغانستان مردمش بی دین بودن اوضاعش خیلی بهتره. این جریان حکومت آخوندها در ایران به ایران خدمتی میکنه و این خدمتی که ما را به ارزش‌های واقعی خودمون آگاه کرده و ما فکر میکنم که یه نوع درمانی برای ما بوده. ما خفت و خفت کشیدیم. عرض شد که خانم فرمودن که لباس روحانیون لباس پیغمبر عمامه سرش نمیدن لباس خاخامای یهودیه، بنابراین و جادوگران بابلی اصلش، چون من یه بخش از مطالعاتم راجع به لباس روحانی هست. و اما راجع سوالی بود که به لامذهبی در قرآن میگه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، نمیگه، میگه به تو بشارت میدیم که اینقدر شعور داری میتونی حرفا رو گوش کنی، نمیگه حرف کیا، ولی حرف خوب رو میتونی انتخاب بکنی. این یکی از این علمای باهایی میگه که اگر دین، فکر کنم عبدالبها باشه، باعث جنگ و جدال باشه، بذاره نباشه، بدینی روشن باشه. تشکر، خدا نگهدار تا برنامه آینده.